علی افشاری تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما همراه شدن. آقای افشاری، در این اسناد خبرگزاری فارس به نقش مشتبه خامنه‌ای همونطور که در گزارش هم دیدیم در سرکوب اعتراض‌ها اشاره شده. ارزیابی شما در این مورد چیه؟ آیا رهبر جمهوری اسلامی برخی از اختیارات خودش رو به پسرش واگذار کرده؟ حالا مستقل از این که اون مقام عالی رتبه که در بولتن تهیه شده توسط خبرگزاری فارس برای حسین سلامی ذکر شده مشتبه خامنه‌ای هست یا نیست که احتمالش هست، اما رصد کردن واقعیت‌ها و اطلاعات به عملکرد رفتار حکومت نشانگر این هستش که مشتبه خامنه‌ای نه الان بلکه در طول دو دهه گذشته به مرور نقش فعالی رو در بیت پدرش و بعد هم در مدیریت کلان نهادهای امنیتی پیدا کرد. البته این نقش رو به اتکای حمایت پدرش و مستشاری پدرش رو دست آورده. علاوه بر اون که به حال آقای خامنه‌ای ظاهراً از پسرش که شبیه ترین هست در بین فرزندانش به خود او به عنوان یک فرد امین خودش داره استفاده میکنه، به حال اون در دور جوانی خب بزرگ شده به حال در خانه پدرش هست، در حالا اون بیت سیاسی و دینی پدرش هست، آموزش‌های لازم رو دیده و محرم پدرش هست، خودش هم این علایق رو داره و ویژگی‌های مشابهی هم با پدرش داره. در زمانی که جوان بود، هنوز دوم خردار 76 رخ داد، در جلسات خصوصی حملات خیلی سنگینی رو با واژه‌های تون علیه سعید حجاریان به کار می‌برد و مدعی بود قبل از اینکه اصلا این بحثا رو آلا جناح راست اون موقع و که بها نیای اصولگرایان فعلی هستن که در رسانه هاشون به حجاریان حمله بکنن که او متخصص جنگ روانی است و از این طریق باعث پیروزی سید محمد خاتمی شده، اون این حرف رو زده بود. یعنی از همون موقع، از 25 سال پیش، در به نوعی خط دهنده فضاسازی های رسانه‌ای و امنیتی و حال نیروهای نزدیک به آقای خامنه‌ای بود. در گذر زمان این هی تقویت شده و الان میشه گفتش که دست راست خامنه‌ای هست در طراحی‌ها برای سرکوب، برای مدیریت فضای سیاسی و امنیتی کشور و رفع تهدیدهایی که برای حکمرانی مطلقه پدرش وجود داره. همون علایق امنیتی و نظامی که خود خامنه‌ای داره را به نظر میرسه که مشتبه خامنه‌ای هم داره و به نوعی ادامه دهنده یا مسیر پدرش است. البته به هر حال یه بحث هم جدا از حالا نقش آفرینی هایی که مشتبه خامنه‌ای در این حوزه ها داره، یکی از گزینه های محتمل برای جانشینی پدرش هم هست. از این زاویه هم باز انگیزه های خاصی رو مشتبه خامنه‌ای پیدا کرده و به هر حال اون داره عمل میکنه. ولی باز هم تاکید میکنم پشتوانه مشتبه خامنه‌ای پدرش هست و اگر علی خامنه‌ای نباشه، خب مشتبه خامنه‌ای چندان جایگاه و موقعیت در عرصه قدرت نداره. شاید بشه گفت یک الگوی دیگری هم برای مشتبه خامنه‌ای هست، اونم سید احمد خمینی هست که اون هم تقریبا یک جایگاه ویژه و خاص و برتری در تنظیم مناسبات سیاسی و امنیتی نظام در دهه 60 پیدا کرده. خب در این اسناد همچنین اشاره شده به اینکه بیش از 100 نظامی به خاطر همراهی با معترضان بازداشت شدن. این بیانگر چه هست؟ آیا مشاهده ریزش در نیروهای سرکوب هستیم؟ بخشی از اتفاقاتی که ما در طول 12 هفته گذشته در اعتراضات سراسری جنبش انقلابی شاهد بودیم نشانگر این هستش که یک تزلزلی، حالا البته هنوز ما اطلاعات کامل رو نداریم این ابعاد چقدر هست، ولی یک تزلزلی رو ما می‌بینیم در نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی. اون الگوی برخوردی که حالا با رویکرد غیر تعجیلی داره دنبال میشه، ما در همین صحبت آخر آقای خامنه‌ای هم دیدیم که به حال تاکید به نوعی داشت صحبت میکرد که این روند ادامه خواهد داشت و برخلاف حالا اون چیزی که قبلا حکومت ادعا میکرد که به سرعت میتونه اعتراضات رو متوقف کنه، میگفت که به حال صحبت یکم گفت این ادامه دار خواهد بود و روحیه میداد به نیروهای بسیجی. حتی اون آیه قرآنی که استناد کرد بهش در زمانی که پیامبر برای جنگ احد گفته بود، به نوعی داشت میگفت که به هر حال از این یک وضعیت روحی نامناسب این نیروها حکایت میکرد. اینها همه بیانگر این هستش که نیروهای به خصوص نیروهای میانی و رد پایین، چه در سپاه چه در نیروی انتظامی،
اینا اون همراهی کامل رو ندارن، به لحاظ روحی آسیب دیدن. حتی اخباری که بوده که خب اینها از نیروهای قدیمی سپاه دعوت کردن و اکثر اونها هم نپذیرفتن، یا باز ما شاهد هستیم برخی از نیروهای قدیمی سپاه یا بسیج اونها حتی در اعتراضات خیابانی حضور داشتن. و به نظر میرسه که همونطور که ما در بخش‌های مختلف جامعه، اقشار گوناگون مردم حضور در اعتراضات سراسری و همراهی رو شاهد هستیم، همین وضعیت به حال در بین نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی هم راحتی صدق میکنه. البته هنوز به اون درجه نرسیده چون که باعث زمینگیر شدن دستگاه سرکوب باشه، ولی مسیر تبدیل جنبش انقلابی به انقلاب بخشی شرطش این هستش که در بین این نیروهای سرکوبگر، به خصوص بدنه نیروهای حافظ نظم موجود، شکاف جدی به وجود بیاد و آنها برن کنار یا همراه مردم بشن یا اعلامی طرفی بکنن. بنابراین اینجا هستش که نظام بیشتری حراس و نگرانی داره و برخوردهای تندتری رو میکنه و از این و به همین دلیل باید اندکی صبور بود و این فرصت رو داد، ضمن اینکه مرتب این بدنه نیروهای حافظ نظم رو به خصوص در سطوح میانی به پایین رو مورد خطاب قرار داد که وظیفه اونها حفظ امنیت مردم و کشور هست، اونها هیچ گونه سرسپردگی به خامنه‌ای و اعوان و انصارش نداره.